برای آگاهی از آخرین اخبار تحولات اوکراین همراه میشیم با بهار خدابنده که از کیف همراه ماست. بهار، پیام ویدیویی رئیس جمهور اوکراین چه بازتابی بین شهروندان اوکراینی داشت؟ اول اجازه بده من بهت بگم که کجا هستم، برای اینکه مجبور شدم دوربین روی دستم بگیرم. توضیحی داشته باشه، اینجا الان دم در ورودی به پناهگاه هست و دلیلش هم این هستش که از دیروز تا به حال مرتب صدای انفجار شنیده شده. دیروز در طی روز مثلا یک دو سه ساعتی قطع می‌شد، بعد باز دوباره روند انفجارها شروع می‌شد. منتها امشب هم سر شب بود که ولادیمیر زلنسکی یه پیغام دیگه ای داد به مردم که امشب احتمالاً حملات سنگین اتفاق می‌افتد. ما تقریبا ساعت 1-2 صبح بود که شروع شد شنیدن صدای انفجار متمانی، همینجوری مرتب می اومد پشت هم صدا و خیلی قطع نمی شد، صدا خیلی زیاد بود تا حدی که می لرزوند ساختمون ما رو هم. برای همین هم از ما خواستن که بیایم پایین، الان بریم توی این پناهگاه بمونیم. یک سری از خبرنگارای دیگه الان توی این پناهگاه از سر شب اومدن، اصلا شبشون رو اینجا بگذرونن، دراز بکشن. خبر داریم که از دیروز بعد از ظهر تقریبا از منطقه اوبولان از شمال کیف که یه چیزی حدود 10 کیلومتر با ما فاصله داره شروع کردن به داخل اومدن نیروهای روسیه. از طرف شرق و غرب هم میدونیم که مرتب داره تانکاشون تصویراش میاد که وارد داخل شهر دارن میشن. چیزی که وزیر دفاع تا الان اعلام کرده، گویا نیروهای روسی تصمیم داشتن که یک نیروگاه برق رو تصاحب کنن، تسخیر بکنن و همینطور تصمیم داشتن که به یکی از پایگاه‌های نظامی نزدیک کیف رو هم حمله بکنن، ولی اینطوری که الان وزارت دفاع داره اعلام میکنه تونستن که این حملات رو موقتاً دفع بکنن. اما همچنان صدای درگیری در خیابون‌ها هست، همچنان الان از شب سومی هستش که همه مردم کیف تقریبا یا شهر رو تونستن ترک بکنن به یک نحوی، یا اینجا الان در متروها هستن، در پناهگاه‌های مثل همین که پشت منه، یعنی پارکینگ پیدا کردن که فقط زیر زمین باشه که بتونن توش پناه بگیرن. دارن سعی میکنن که از این حملات از سر راهش اقل مستقیماً تحت ساختمان‌هایی که شهروندان در زندگی می‌کنن، مناطق مسکونی مستقیماً تحت حمله قرار نگرفته. امیدوار هستن که این اتفاق هم جوری از این طریق ادامه پیدا بکنه. اما حتی شهروندان هم دارن سعی می‌کنن که از ورود تانک‌های روسیه به کیف جلوگیری بکنن به هر طریقی که شده. تصاویری هستش از افرادی که بدون اسلحه بدون هیچی میرن جلوی تانک‌ها وامیستن که فقط این تانک‌ها مسیرشون بسته بشه. بعد اونا خب خیلی زمان میبره که بتونن دور این آدم‌ها بزنن، برای همین یه ذره میتونن تأخیر بندازنشون برای اینکه برسن به شهر. تصاویری هستش از بلوک‌های سیمانی که توی وسط خیابون گذاشتن که نمیتونن تانک‌ها به راحتی رد بشن. تصاویری هستش از مردم، خانم‌های مسنی که میرن سعی می‌کنن با سربازهای روسی از یک طریقی صحبت بکنن و سعی می‌کنن که اونها رو قانع بکنن که سلاح‌های خودشون رو زمین بذارن. اما اینطور خبرهای جست گریخته ای که از وزارت دفاع تیکت که میاد، نیروهای روسیه همچنان دارن پیش میان و این درگیری به شدت سنگین ادامه داره. امشب همونطور که زلنسکی گفته، به نظر میاد که امشب یکی از سخت ترین شب ها برای کیف خواهد بود. میدونیم که آمریکا هم پیش بینی کرده که احتمالاً دولت کیف توی چند روز آینده سقوط خواهد کرد. اینطوری که به نظر میاد اگه قرار باشه همینطوری پیش بره، توی چند روز بخواد طول بکشه، احتمالاً چند روز آینده رو ما و بیشتر مردم کیف باید همینجوری توی پناهگاه ها بمونیم که ببینیم چطوری میگذره. ممنون بهار از تو، تقریبا تمام سوالای منو جواب دادی. میشه بهم بگی که الان وضعیت پناهگاهایی که شما درش هستین چطوره؟ ببینید، خب این پناهگاه ها رو اولا که حدود یک ماه پیش شهردار کیف یک نقشه منتشر کرد از پناهگاهی که از قدیم، از زمان مثلا جنگ های شوروی، از اون موقع ساخته شده بودن و همینطور متروهایی که جدیدتر ساخته شدن که خیلی عمیقن و مردم میتونن درش پناه بگیرن. برای همین هم در دسترس مردم اون نقشه بوده که برن درش پناه بگیرن. این جاهایی مثلا ایستگاه مترو که شهردار مراقبشون هست، یا هتل ما از قبل برای ما مثلا آب ذخیره کردن، از قبل برای ما غذا تهیه کردن. شرایطی طوری هستش که ما بتونیم اگر که لازم شد برای
اگر بخواد این قضیه طولانی تر بشه که خیلی ها هم الان نگران هستن، من با گارد های اینجا هتل هم صحبت میکردم، میگفتن اگر که هر طرفی بتونه موفق بشه در این جنگ، سریعتر اگر این اتفاق بیفته 2 یا 3 روز مردم چندان تحت خطر نخواهند بود. جای نگرانی موقعیه که اگر که بخواد این جنگ ادامه پیدا بکنه، اوکراین بخواد مقاومت بکنه و روسیه هم بخواد حملهش رو ادامه بده، اگر این جنگ بخواد ادامه پیدا بکنه برای مردم خطرناکه. یک بخش اساسیش اینه که خب ساختمون ها احتمال حمله بهشون بیشتر هست و مسئله دیگرش هم اینه که خب همین مسئله آب و غذا و اینکه مردم توی ایستگاه مترو نمیتونن طولانی مدت زندگی کنن، به خصوص کسانی که با بچه های کوچکتر یا حتی حیوانات خونگیشون رو برداشتن با خودشون رو بردن. من عذر میخوام، این دوربین هی تکون میخوره با دست نگرداشتم، ولی به خصوص اونایی که با بچه های کوچکتر رفتن توی ایستگاه مترو دارن زندگی میکنن با دستشویی مشترک، با بدون حمام و دوش، تعدادشون خیلی زیاده. توی یه ایستگاه مثلا 100 نفر 200 نفر میبینی دارن میخوابن و بلند میشن، خطرناکه. اما آخر طرف دیگه هم مشکلی اساسی اینه که خیلی ها تلاش کردن از شهر خارج بشن ولی اصلا راه ها بالکل بسته است. من خیلی تک و توک میتونم بشنوم از کسانی که موفق شدن خودشونو به لویف نزدیک لهستان برسونن، ولی اغلب هرچی تلاش میکنن که از اینجا خارج بشن مجبور میشن باز دوباره برگردن و اینجا ترجیح میدن که یه سرپناهی داشته باشن فعلا اونجا پناه بگیرن. ممنون از تو بهار، تو این شرایط سخت با ما همراه بودی و جواب سوالامونو دادی. امیدوارم که سلامت بمونی، همه ما نگرانتون هستیم.